اینکه یک ملت زبان، هویت ملی و بخشی از تاریخش رو مدیون یک نفر باشه کم ادعایی نیست. اگر ایرانیان شناختی از گذشته خود دارند و اگر امروز فارسی همچنان زبان ماست، تا حد زیادی مرهون تلاش‌های اوست، مردی که شاید بزرگترین چهره تاریخ ایران زمین باشه. ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی رو تا اندازه زیادی مدیون شاهنامه هستیم. شاهنامه یکی از پایه‌های اساسی نگهداشت زبان فارسی است. در تاریخ بعدی که زبان عربی به شدت هجوم آورده بود و در واقع می‌خواست که جای فارسی رو بگیره. اگر فردوسی نبود، بسیاری از جنبه‌های مختلف تاریخ ملی ما فراموش می‌شد. ابوالقاسم منصور پسر حسن با تخلص فردوسی حدود 1000 سال پیش در شهر طوس به دنیا آمد. بر اساس روایات مختلف دهقانزاده و زمینداری بود که همچون گذشتگانش و بنا به سنت حافظ روایات اسطوره‌ای ایران زمین بود. خراسان 3 قرن پس از حمله عرب. خراسان یکی از مهمترین بخش‌های امپراتوری کهن ایران زمینه و در شمال شرقی ایران امروزی واقع شده و جزء مناطقی هست که میشه به اونها نام مناطق مرزی رو داد، نظیر استانهای کناری دریای خزر یا سیستان که در جنوب شرقی ایران واقع شده. در این مناطق فرهنگ‌ها و سنن ایرانی بسیار به شیوه شفاهی حفظ شده. به رغم حمله اعراب، تعداد اونها انقدر هم زیاد نبود. منظورم اینه که اعراب کشوری به این بزرگی رو فتح کردند و دولت خودشون رو مستقر کردند، اما چیزی رو جایگزین این سنن فرهنگی زنده، پویا و بسیار قدیمی نکردند. در نتیجه خراسان جایی بود که احتمالاً چنین چیزهایی حداقل به شکل شفاهی هنوز در اونجا زنده و پا بر جا بود. فردوسی با یک قشر ایرانی در طوس در تماسه که این قشر از جامعه طوس الان تا زمان فردوسی حدود 3 قرنه که دارن فرهنگ ایرانی رو حفظ میکنن. هنوز زرتشتی ها بودن، موبدان بودن، منابع ایران با ایران باستان، ایران قبل از اسلامی در دسترس بود و امکان کسب اطلاع بود و همچنین این حس که به هر حال یه چیزی به نام ایرانیت وجود داره که فردوسی خودش رو با اون یکی میکنه. حدود سال 367 هجری شروع میکنه به سرودن شاهنامه، یعنی بعد از اینکه دقیقی این کار رو شروع کرد. شاعر دیگری از طوس این کار رو شروع کرد ولی در جوانی کشته شد و این کار ناتموم موند. دنباله کار اونو فردوسی میگیره. اون 1000 بیتی رو که دقیقی گفته بود در اثر خودش میپذیره و این کار رو در سال 400 هجری به پایان میرساند. یعنی بین 30 تا 35 سال بر سر شاهنامه کار میکنه. ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ، نگر تا تو
دل و پشت ایرانیان مشکنی کزان پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان. یکی از انگیزه های اصلی فردوسی در نوشتن شاهنامه مسئله هویت ایرانی بوده و اینکه تاریخ خودمون رو چطور باید ببینیم، به عنوان تاریخ ایرانی یا به عنوان تاریخ ایران و اسلامی. نخوانند بر ما کسی آفرین چو ایران بود بوم ایران زمین، دریغ است ایران چه ویران شود خنام پلنگان و شیران شود. شاهنامه با آغاز جهان و داستان‌های اسطوره‌ای شروع میشه. با ورود شخصیت‌های افسانه‌ای چون رستم که سعی در حفظ ایران در مقابل توران داره حماسی میشه و نهایتاً با روایت دوره ساسانیان جنبه تاریخی به خود میگیره. شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است. اگه ما شاهنامه رو نداشتیم به بسیاری از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگه این مقداری که در اوستا اومده و یا در کتب تاریخی صورت تاریخی بهشون داده شده و اون در واقع ذات سرشت اسطوره‌ایشون رو از دست داده. شاهنامه فردوسی رو میتونیم به سه قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول اون قسمتی هست که داستان‌های اسطوره‌ای در اون گنجونده شده، در دوره پیشدادیان به وجود میاد، درباره آغاز جهان و اومدن شاهانی که به انسان‌ها یاد میدن لباس پوشیدن و هنرهای دیگر. در قسمت دوم شاهنامه که دوره حماسی اون هستش، یک سری شاهانی با عنوان کیانی به پیش میان و در کنار اونها یک سری افراد حماسی مانند رستم هستن که دارن مرتب سعی میکنن که ایران رو در مقابل تورانیان و دیگران ایران رو حفظ بکنن و این جنگ ها مد نظر هست. قسمت سوم شاهنامه قسمت تاریخی اون هستش. موقعی که شاهنامه واقعا میشه با من یک متن تاریخی از اون استفاده کرد، دوره ساسانی است. دوره پساباستان. زمانی که شاهنشاهان ساسانی دارن حکومت میکنن بر فلات ایران و این همون زمانی هست که ما ورژن یا نوع اول شاهنامه را به نام خدای‌نامه داریم و به کتابت در میاد در دوره ساسانی به زبان پهلوی. جهانا سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آرد این روزگار دراز. بر این گونه گردد همی چرخ پیر، گهی چون کمان است و گاهی چو تیر. داستان شاهنامه بر مبنای مفهوم فرد یا شکوه سروده شده و به نوعی تاریخ ایرانه. البته نه تاریخی حقیقی، بلکه تاریخ اساطیری. و فردوسی میخواد نشون بده که ما در گذشته چه کردیم، چه چیزی بخشی از زندگی ما بوده و فهم ما از زندگی چگونه بوده. و حالا درون این بافت اسلامی که در اون واقع شدیم، باید بتونیم این شمع رو زنده نگه داریم و این فر رو در اطراف خودمون حفظ کنیم. کنون داستان کهن نو کنیم، سخن‌های شیرین و خسرو کنیم. نو کردن داستان کهن، زنده نگه داشتن فرهنگ و زبان. زمانی از یک روزنامه‌نگار مصری پرسیدن چطور شد شما با این همه فرهنگ و تمدن بعد از اسلام همه چیز حتی زبانتون عربی شد؟ پاسخ داد ما فردوسی نداشتیم. تا این حد ایران زمین وامدار سراینده شاهنامه است. در واقع فردوسی زنده نگه دارنده نام ایرانه.
این کلمه چه در معنی ایران یعنی سرزمین ایران و چه در معنی ایرانیان یعنی نژادگان مردم آزاده در هیچ کتابی به اندازه شاهنامه به کار نرفته. در شاهنامه بیش از 1000 بار این کلمه در این دو معنی به کار اومده که شاید شما اگر همه کتب فارسی رو همه کتاب‌های فارسی رو روی هم بکنید و کلمه ایران ازش بیرون بکشید به اندازه همون شاهنامه توش این لفظ ایران به کار نرفته باشه. پروازه که فردوسی عاشق ایران بود و عمیقا خودش رو وقف فرهنگ و سنن ایرانی کرده بود. خب اگه از این منظر نگاه کنیم مشخصا او یک ملی‌گراست. اما در اون زمان چیزی به اسم ملت و ملیت در این معنای جدید و مدرن وجود نداشته. خب میشه گفت فردوسی یک وطن پرست بود. در واقع اونچه که در شاهنامه انعکاس داره به عنوان ایران و ایرانی بیشتر یک هویت قومی است که چندان اونقدر سیاسی نیست که بیشتر زبانی و فرهنگی است. او نگاهی واقع بینانه به آینده داره و میدونه داره چی کار میکنه. اینطور نیست که بگه من شاعرم و فقط دلم میخواد یه شعر زیبا بنویسم. او میخواد این تاریخ رو حفظ کنه و البته نام خودش رو هم در کنارش حفظ کنه. بناهای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام بر این نام بر سالها بگذرد بخواند هر آن کس که دارد خرد فردوسی 30 سال از عمرش رو صرف سرودن یک حماسه کرد. او در واقع جوانیش رو داد تا زبان فارسی رو به فراموشی رو حفظ کنه و دوباره رونق بده. Now by the time of Ferdowsi we have been away from the actual Persian language. در زمان حیات فردوسی 2.5 قرن بود که از زبان فارسی که امروز میشناسیم فاصله گرفته شده بود. زبان رسمی عربی بود و به جز در روستاها، شهرستانها و امثال این که فارسی هنوز زبان مردم انعطاف پذیر و آسانگیر بود، شخصیت‌های عالی رتبه شهرها و زمیندارها همگی به زبان عربی صحبت می‌کردند. پیش از فردوسی هم کسانی برای حفظ زبان فارسی کوشش کرده بودند. ولی این کوشش‌ها با شاهنامه به نقطه اوج خودش می‌رسه. نکته مهم اینه که این کتاب اولین کتاب جدیه که زبان فارسی رو در مقام یک زبان ادبی سطح بالا حفظ میکنه که توانایی رقابت با زبان عربی رو داره. شاهنامه چون در آغاز ادبیات فارسی قرار گرفته تأثیر بزرگی بر تمام ادبیات فارسی میکنه. یعنی تمام شاعران بزرگ ما از فردوسی و شاهنامه تأثیر میپذیرن. اگر ترانه های خیام و رباعیات خیام رو بخونید ببینید شدیداً از فردوسی از شاهنامه متأثره. در سعدی همینطور بسیاری از اصطلاحات شاهنامه رو در اونجا میبینید. یا حافظ شما میبینید بسیاری از داستانهای شاهنامه سیاوش، کیخسرو و غیره و غیره اشاره میکنه. رستم به میدان نبرد میرسد برای آل سهراب را که میبیند
از او میخواهد که به سوی بروند و تن به تن با هم درآویزند. دو پهلوان لختی با نیزه، سپس با شمشیر هندی و پس از آن با عمود گران بر و یال یکدیگر را میکوبند. سرانجام زبان پهلوانان از تشنگی چاک چاک، تنهاشان پر از خوی و خاک. اصوات کلماتی که درش استفاده شده آن زبان فارسیه که در نابترین حالتش به کار گرفته شده، تکرار شده، نقل شده و به خاطر سپرده شده، طوری که شما نمیتونید مثلا یه بنای تاریخی رو به خاطر بسپارید یا یه دستنوشته رو تکرار کنید. این زبان است که به اون چیز قدرت میده، زندگی میده. به زه برنهادند هر دو کمان، جوان و همان سال خورده جوان. ز تیر و ز پیکان هوا تیره گشت، جهان از شگفتی همی خیره گشت. So by making an attempt to write something in Farsi that was accessible to people. تلاش برای اینکه چیزی به فارسی بنویسه که افراد طبقات پایین‌تر اجتماع هم بتونن از اون استفاده کنن، یکی از ایده‌های فردوسی برای بیرون کشیدن جوهره ایرانیت بود و فردوسی سعی کرد چنین بکنه. و نوشتن در قالب شعر هم به این دلیل بود که مخاطبان اون اغلب بی‌سواد بودن و برای افراد بی‌سواد خیلی ساده‌تره که بخوان شعری رو به حافظه بسپارن. منظورم بین شعر و متن که به خاطر سپردن شعر راحت تره. به مستی رسیدین از آن از این، چنان تنگ شد بر دلیران زمین، که از یکدیگر روی برگاشتند، دل و جان به اندوه بگذاشتند. نقال ها برای مردمی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن یا اگر داشتن بیشتر به هنر نقالی توجه میکردن، اومدن از روی شاهنامه این داستان ها رو برای مردم چیکار کردن؟ نقل کردن. عنان را بپیچید سهراب گرد، به ایرانیان بر یکی حمله برد. بزد خیشتن را به ایران سپاه، ز گرزش بسی نام بر شد تباه. و صد البته که تأثیر شاهنامه در بیش از هزار سال عمرش از اینها هم فراتر رفته و به بخشی از زندگی ما تبدیل شده. شما در زورخونه ها اگر رفته بودید و سری زده باشید، میبینید که اشعار شاهنامه برای پهلوان ها مرشد ها میخوندن و پهلوان ها با این اشعار ورزش میکردن. شاهنامه برای نامگذاری ماها ایرانی ها، توجه میکنید اینکه یکی نامش منوچهر، یکی نامش کاووس، یکی نامش سهراب، اینا رو ما همه رو از شاهنامه گرفتیم، چون این نامها پیش از شاهنامه تلفظ دیگری داشته. توجه میکنید مثلا فرامرز ما میذاریم اسم روی یه بچه، در حالی که پیش از شاهنامه اسمش بوده مرزفری. توجه میکنی این صورت و فردوسی به وجود آورده به خاطر اینکه در وزن متقارب که وزن شاهنامه است بخوره. یا میگیم فرنگیس، قبلا بوده گیزفری، ولی ما گیزفری دیگه امروز نمیشناسیم، میگیم فرنگیس. همه این تلفظ ها که ما نام های ایرانی رو داریم و روی بچه های خودمون میگذاریم از شاهنامه است. آداب و رسوم رو عرض کردم که چقدر آداب و رسوم ما و در هنرهای جدید از تئاتر و موسیقی و نمایش و اینها میبینیم که باز شاهنامه در زندگی امروز ما هم تأثیر گذاره. شاهنامه تأثیر گذاشته بر هنر نقاشی ایران. دو اثر ما داریم که بیشتر از هر اثر دیگری مأخذ نقاشان و مینیاتورسازهای ایرانی بوده. یکی شاهنامه است و یکی خمسه نظامی است. البته
اشعار حافظ هم نقاشی شده، مال سعدی هم شده، آثار دیگر هم شده، ولی هیچ اثری رو به اندازه شاهنامه نقاشی نکرده. فردوسی فقط یه نفره، اما تونسته همه چیز رو کنار هم بگذاره. شاید بشه هر کدوم اینها رو جداگانه در گوش و کنار پیدا کرد. اما این کتاب هنره، ادبیات، تاریخه، فلسفه است، همه چیزه. اگر فردوسی نبود، بسیاری از جنبه‌های مختلف تاریخ ملی ما فراموش می‌شد. کمتر شخصیتی رو من میتونم در تاریخمون اسم ببرم که به اندازه فردوسی به تداوم فرهنگی ما کمک کرد. بدر مسلم باقی شعرا مثل حافظ و سعدی هم شاعرهای فوق‌العاده‌ان و بخش بزرگی از اندیشه ایرانی رو وارد حساسیت و ظرافت شعر کردن، اما این خصوصیت خارق‌العاده ایرانی بودن رو ندارن. کل ماجرای عشق به کشور و اون شور و حالی که ایرانی بودن رو توصیف میکنه رو ندارن. وقتی ما میگیم شاهنامه پر اهمیت ترین اثر ایرانی است، این اغراق در اون نیست. شاهنامه تمام تاریخ و گذشته ما رو، تمام فرهنگ ما رو، تمام آداب و رسوم ما رو از کهن‌ترین زمان تا به امروز درش هست. حالا شما یک اثر در ادبیات فارسی یا حتی در ادبیات جهان به من نشون بدید که همچین نقشی رو بازی کنه در سرنوشت یک ملتی، در فرهنگ یک ملتی. امروزه غرق در روزمرگی زندگی، حضور و نقش فردوسی رو چندان حس نمی کنیم، اما بسیاری از کلمات و واژه هایی رو که به کار می بریم، اسامی که روی فرزندامون می ذاریم، هویتی رو که برای خودمون قائلیم، از فردوسی داریم. از این رو آیا کسی می تونه بر سر لقب بزرگترین شخصیت ایران زمین با او رقابت کنه؟